این روزها که اکثر ایرانی ها از تعطیلی من و تو بسیار ناراحتن، تینا قاضی مراد خبرهای دلگرم کننده ای رو به طرفداران این شبکه داده و امید رو توی دلهای بینندگانش زنده کرده. اما باید بدونید که تینا قاضی مراد به ساختمان من و تو برگشته و مشغول به کار شده و مدیریت تیم کوچیکی از من و تو رو به عهده گرفته. در ادامه به این موضوع میپردازیم. به گفته هدیه تازه، بیشتر بچه های من و تو هنوز امیدشون رو از دست ندادن و توی صحبت هایی که با هم دارن خیلی امیدوار هستن و میدونن و میبینن که کیوان و مرجان عباسی همچنان در تلاش هستن که من و تو رو زنده نگه دارن. و مطمئن باشید که قطعاً یک روز این اتفاق میفته. تینا قاضی مراد گفته بدونید که ما به شما پایبند هستیم و تیم من و تو در حال مذاکره و بررسی هستش. تینا گفته همونطور که توی بیانیه اینستاگرامی توی یه خط به وضوح گفته شده، آینده پر از امکانهای تازه و ناشناخته است و مسیر پیش روی ما هم پر از شروعهای دوباره است. تینا قاضی مراد صراحتاً در جواب تمام کسانی که ازش در مورد آغاز به کار دوباره شبکه من و تو پرسیدن گفت: من به شما این اطمینان رو میدم که ما همه تلاشمون رو انجام میدیم که کنارتون برگردیم. بدونید که ما شما رو تنها نمیذاریم و پای این من و تو وای میستیم. اما میخوام همینجا درباره شایعات انتقال شبکه من و تو به آمریکا براتون بگم و یه مسائلی رو شفاف سازی کنم. اگر مستند در جستجوی یک رویا و صحبت‌های آقای کیوان عباسی رو دیده باشید، ایشون در یکی از قسمت‌ها دلیل اینکه در آمریکا اجازه کار رو ندارن و یا اینکه چرا من و تو رو در اروپا پایگذاری کردن کاملاً توضیح دادن و به واسطه اختلاف ساعتی که با ایران وجود داره این امکان نبوده و نیست که آمریکا مقصد بعدی من و تو باشه. آغاز به کار من و تو از همین صفحات رسمی ما اطلاع رسانی میشه. آغاز به کار من و تو از همین صفحات رسمی ما اطلاع رسانی میشه و چیزی که من بهش بسیار امیدوار هستم اینه که کنار شما برمیگردیم. اما قبل از اینکه ببینید که چرا تینا قاضی مراد دوباره به من و تو برگشته، ممنون میشم برای حمایت از ما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما باخبر بشید. تینا قاضی مراد در آخرین صحبت‌هاش گفته همونطور که میدونید 11 بهمن آخرین اجرا و پخش شبکه من و تو بود، اما دوست دارم که حس اون لحظه رو بهتون بگم. برای همین باید قبلش بگم از روزهای آخری که وقتی سر کار می اومدم و بچه ها رو می دیدم، همون شور و هیجان همیشگی توی بچه ها وجود داشت و مشغول به کارشون بودن. من سعی می کردم که همه این لحظه ها رو ثبت کنم و با خودم می گفتم چند روز دیگه همه چی تموم می شه و دیگه من و توی وجود نداره و تو باید اینو باور کنی. اما فردای تعطیلی شبکه وقتی بیدار شدم میدونستم که باید به شبکه بیام، ولی لحظه‌ای که وارد من و تو شدم برام عجیب‌ترین حس دنیا بود. یه خلأ بزرگ. اون روز کسی نبود که جواب صبح بخیرهای هر روز منو بده. گروه من و تو پلاسی نبود که شیطنت کنه. این مانیکورن‌های خالی بود که به من شوک وارد می‌کرد و من تونستم چند لحظه‌ای رو توی اتاق بشینم و به همه چیز فکر کنم. اما من باید به تیم کوچیکی که هنوز کار میکرد امید میدادم. برای همین سعی کردم اول امید رو توی دل خودم زنده کنم. بعد از تعطیلی شبکه من و تو، هدیه تازه در کنار تینا قاضی مراد لایوی رو برگزار کردن، اون هم داخل ساختمان من و تو، که تینا در این مورد توضیح داده و گفته بدونید که تیم من و تو در حال مذاکره و بررسی با سرمایه گذاران هستش، چون یک تعدادی از ایرانیان علاقمند و سرمایه گذار هستن که پیشنهاد دادن و این پیشنهاداتشون داره بررسی میشه. و صراحتا گفت که من از طرف کیوان و مرجان عباسی
به شما این اطمینان خاطر رو میدم که ما همه تلاشمون رو انجام میدیم که کنارتون برگردیم. بدونید که ما شما رو تنها نمیذاریم و پای این من و تو وای میستیم. من بسیار امیدوار هستم. بعد از اینکه پخش تلویزیونی به پایان رسید، شبکه‌های مجازی همچنان فعال هستند و دلیل حضور من در اینجا اینه که در حال حاضر مدیریت شبکه‌های مجازی من و تو رو به عهده دارم. قبلا مدیریت اتاق خبر و شبکه مجازی رو بر عهده داشتم، اما الان همه تمرکز من فقط روی مجازیه. سوشال مدیا، تلگرام، پیج اینستاگرام، گزارشگر من و تو. باید بگم که فرق این دوتا با هم برای من اینه که زمان پخش تلویزیونی من تیم بزرگتری رو اداره می کردم و چالش‌های بیشتری داشتم. باید بگم که کلن مدیوم تلویزیون با مدیوم پلتفرم شبکه مجازی خیلی فرق می‌کنه. ولی خب لذت‌های خودشم داره که می‌تونم با تمرکز بیشتر به کارم ادامه بدم. تینا قاضی مراد، مجری و سردبیر اتاق خبر، متولد 10 شهریور سال 1364 در تهرانه. حدود 14 ساله که از ایران خارج شده و مستقیم به لندن مهاجرت کرده. دلیلش برای اینکه لندن رو انتخاب کرده اینه که در ایران رشته تحصیلیش سینما بوده که لیسانسش رو از دانشگاه تهران و فوق لیسانسش رو از دانشگاه هنرهای زیبای تهران دریافت کرده و چون دوست داشته که هنر رو به صورت عملی تجربه کنه به اروپا اومده، اما پدر بزرگش سیتریزن آمریکا بوده و دوست نداشته که تینا به اروپا بیاد، ولی سرنوشت چیز دیگه‌ای براش رقم زده بود. تینا گفته همیشه زمانی که ایران بودم با مامانم برنامه‌های من و تو رو دنبال می‌کردیم و صحبت می‌کردیم. نظر مادرم این بود که سینما دیگه به درد نمی‌خوره و پیشنهاد بهتریه که در زمینه تلویزیون فعالیت داشته باشم. همون لحظه به این فکر می‌کردم که آرزوی من کار کردن در من و توه و به خاطر اینکه بتونم به آرزوم برسم تصمیم گرفتم که در انگلیس رشته کارگردانی تلویزیونی رو بخونم و فوق لیسانس دومم رو بگیرم. تینا قاضی مراد هم مثل همه مجریان مناتو اول از مناتو پلاس که براشون حکم دانشگاه رو داشته شروع به کار کرده، اما چجوری وارد مناتو پلاس شده رو الان بهتون میگم. قبلش بگم اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید. اگر از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنید. تینا دوستی به نام علی داره که برای برنامه سکوی من و تو برنامه سازی میکرد. گفته که به من پیشنهاد همکاری داد، منم قبول کردم، اما از راه دور برای من و تو پلاس کار میکردم و برنامه میساختم. یعنی برنامه‌هایی که بیرون تولید و ضبط میشد و توی برنامه مناتو پلاس پخش میکردم. ولی خب چون آرزوم بود توی فضای شبکه کار کنم، یه مدتی رو از کارم فاصله گرفتم. به مدت 1 سال برنامه هایی رو برای ایران فردا تهیه میکردم که یه روز آقای اعتمادی مهمان برنامه بود و با هم همصحبت شدیم و قرار بر این شد که رزومه کاریمو برای رها اعتمادی بفرستم. خوشبختانه کسرا احمدی منو دعوت به کار کرد و با شبکه من و تو همکاری کردم. بعد از اینکه 6 ماه از استخدام رسمی تینا در من و تو گذشت، قرار شد که مستند شهبانو فرح پهلوی رو تهیه کنه. تینا قبل از تهیه مستند با شهبانو فرح پهلوی دیدار داشت. ماجرای این آشنایی برمیگرده به روزی که تینا در اتاق تدوین مشغول به کار بوده و شهبانو وارد اتاقش میشه. تینا به معنای واقعی کلمه غافلگیر و هیجان زده میشه و همین ذوق باعث شد تا تینا انتخاب بشه برای ساخت مستند فرح پهلوی.